کام، نژاد، زبان و مذهب که گلهای معطر بوستان الهی هستند و خلقت انسان، آینه تمام نمای حقیقت زیبایی پروردگار در روی زمین، که متاسفانه امروز شئونیزم در تقابل با فرمان الهی قرار گرفته و فرمان برتری طلبی را با عنوان سند افتخار یدک می کشد و ملت را به واجعه گرفتار آورده که آن سویش هم متعلق به خودشان هست. امروز با این قرائت های ننگین خودشان را گرفتار شرک ساخته اند. اگر در جاهلیت دیروز هر قوم و هر قبیله و نژاد برای خودش بتی داشت، امروز در بحران عدم هویت متمرکز اجتماعی و سیاسی در جامعه ما، بت‌های قبیله رشد کرده اند و از محور حقیقت حیات انسان که خدا باشد و پیغمبرش باشد و دستورات آسمانی او باشد فاصله گرفتند. بت‌های سیاسی قوم و نژاد برای ادامه ننگین حیات ذلیلانه‌شان چاره ندارند که به این آتش فشان خشمگین دامن بزنند. ملت آهسته آهسته، جوانان دردمند ما آهسته آهسته فضایی را آماده کردند که دیگر در آن فضا تنوع زیبایی حضور همه اقوام به عنوان ملت واحد این سرزمین به نمایش گذاشته شود. ولی ستون پنجم با انواع حیل وارد می شود و نمی خواهند این ملت جان بگیرد. نمونه بارزش را شما در چاپ کارت الکترونیکی شناسنامه ملی افغان ها مشاهده کنید. بر اساس مصوبات سازمان آمار افغانستان قرار بود آرامگاه شخصیت پر افتخار بشری، شخصیتی که پیغمبر می فرمود انا و علی ابواه هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم، بارگاه مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام از شهر مزار شریف و بلخ باستان زینت افزای این کارت باشد. تصویب شده بود باید منار جام به عنوان عزت فرهنگی ما نقش این کارت باشد. من نمی فهمم در کدام برهه‌ای از تاریخ ما کاروان شتر با زنگوله آمده هویت فرهنگی ما را میخواهم مشخص بسازه. و این درد جامعه ماست و این فریاد فریاد بدخشی بود که دیروز از حنجره او تراوش کرد و به تمام هموطنان ما گفت که اگر امروز به دنبال آن نروید و این مسئله را حل نکنید فردا به آتش فشانی روبرو خواهید شد که هیچ کسی نمیتواند جلودار باشد. و همین شد و همین شد درد مشترک ما که امروز میسوزیم و مینالیم و راه علاجم مشخصه. ولی شئونیزم بر اساس تفکرات برتری تبارانه ابلیسی خودش نمیخواهد از مسئله کنار بیاید. با مسئله کنار بیاید. انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. قرآن بیان میکنه ولی اینها پافشاری میکنن که نه لتجاهلوا، ما با کیول میخواهیم وارد شیم، با شمشیر میخواهیم وارد شیم، با قتل و انفجار میخواهیم وارد شیم. دین خدا را منبع دست خودشان قرار داده اند، قرآن خدا را وسیله قدرت سیاسی خودشان ساخته اند. همین امروز
در نوار مرزی افغانستان برد فروشی در جریان است. اطفال عزیز ما را به عنوان غلامان خودشان به تروریسم می فروشند در بهای یک لک کلدار و دو لک کلدار پاکستانی، تا جوجه های انتحاری اینها بخواهند عظمت ملت ما را خورد کنند. ولی غافلند که شهدا می روند و پر افتخار به سوی خدایشان می شتابند. ما مفتخریم که سربازان پرفروغ طلایی دوران جهاد فرزندان سرزمین عشق، دوران پر افتخار مقاومت فرزندان سرزمین عشق، شهدای صلح ورای برابری و برادری از سرزمین عشق. ای زندگی همیشه جاوید، ای شهید، ای مشعل هدایت و ای مظهر امید، ای آن که قطره قطره خون تو در مصاف صد جوی و رود و موج خروشان بیافرید. ما را چه جای سوب بود ای شهید حق، زان رو که هست مردن تو زادن جدید. و سلام علیکم و رحمت الله. یک جهان سپاس از شاعر، نویسنده و دکلماتور گرانقدر محترم کبیر بختیاری. و این گوش فرامیدیم به سخنان کوتاه و شیرین محترم پیکار پامیر. میگه جان رفت و ما به آرزوی دل نمی رسیم، جان رفت و ما به آرزوی دل نمی رسیم، هرچند می رویم و به منزل نمی رسیم. دوستان گرامی، احترامات صمیمانه مرا شما بپذیرین. ما در قدم اول می خواهم اظهار سپاس بکنم از او دوستای گرداننده و کمیسیون ترتیب دهنده این محفل شکوهمند که برای ما هم نوبت و چانس قائل شدن تا چند کلمه با شما عزیزان داشته باشم. البته با در نظر داشته زمان بسیار کوتاه و با اطاعت از هدایت دوستای مصمم و گرداننده می خواهیم بسیار مختصر صحبت کنم. البته در زندگی و در مورد مبارزات و شهدای سرزمین عزیز ما، بخصوص در مورد شهید با نام افغانستان محمد طاهر بدخشی، صحبت ها هر قدر طولانی باشه و هر قدر شگفته شود گنجایشش داره، اما یار زنده صحبت باقی. سرزمین کهنسال ما طوری که به شما عزیزان معلوم است و طوری که تاریخ شهادت میده، اما طوری که سرزمین تمدنهای متعالی بوده، یک سرزمین دردمند و سرزمین ستمبار، سرزمین تجاوز دیده و سرزمین و کانون شهادت ها هم بوده، که اگر قرار باشد ما نام و نشان کاروان های شهدای راه آزادی سرزمین فهرست بگیریم، فکر می کنم بیشتر از 70 من کاغذ باید به اختیار داشته باشیم. ولی امروز که من حیث نمونه قرار است از شخصیت والای شهید بدخشی بزرگ داشت صورت بگره و یاد بود صورت بگره، ما می خواهیم بخش دوم زندگی ای شهیده سرش یک مکس بسیار زودگذر داشته باشم، چون هر انسان در زندگی خودش مراحل مختلف تکاملی را می پیماید. بعض انسان ها که نه تنها در زندگی خودشان مؤثریت و مفیدیت نمی داشته باشند، بلکه همیشه تأثیر پذیر هستند تا روزی که از جهان میرند. ولی ایده دیگه هستن که خیلی خوب تکامل میکنن، نه تنها به جامعه انسانی مفید و سازنده و گره کشا تمام میشن، بلکه تحصیل گذار میباشن. امروز این محفل شکومند یکی از نمونه های تحصیل گذار بودن شخصیت شهید طاهر بدخشی است.
اگر تاثیرگذار نمی بود ما هم امروز اینجا جمع نمی شدیم. خوش به حال چنین شخصیت و خوش به حال چنین مبارز. باید به تاکید خدمت شما عزیزان عرض کنم که در سرزمین ما در پالوی سایر مصائب یکی هم ایست که شخصیت های مبارز همیشه متهم میشن، چی از طرف رژیم های مرتجع و بسر اقتدار و چی از طرف رقبای سیاسی شد. شهید بدخشی هم از این اتهام دور نمانده بود. اولین اتهامی که به این بسته شد گفتن ستمی است، یعنی که نهایتش افغانستان به تجزیه منتهی خواهد شد، در حالی که چنین نبوده و هیچ سندی هم در این مورد به صورت کتبی و مدلل وجود ندارد. چرا چنین شد؟ به خاطر این که شهید بدخشی برتری طلبی، امتیاز خواهی، بی عدالتی ملی را میخواست در افغانستان. در واقع این عده از رقبای سیاسی و یا دشمنای سیاسی سوء تعبیر کردند و سوء تفسیر کردند. شهید بدخشی به این تکامل و به این شخصیت عالی رسیده بود که بفهمه که تنها ملیت تاجک خواستن و یا تنها افغانستان تجزیه کردن نه تنها که کوچکترین درد را دوا نمیکنه، بلکه در حکم خیانت بزرگ تاریخی و ملی هم است. این کاملا درک کرده بود، بناهن هرگز نمیخواست. و ما همین امروز همین حرف داریم که در جغرافیای واحد افغانستان نباید امتیاز طلبی و برتری خواهی و تفاوت‌های ملی و تفاوت‌های زندگی وجود داشته باشه. خواست انسانی همه ما همیست. نکته دیگری که میخواستم خدمت شما عرض کنم که این شهید در زندگی چند سال مختصر خودش که بیش از 46 سال زندگی نکرد، نه تنها آثار مختلفی را نوشت، به چاپ رساند و به جامعه خودش تقدیم کرد، بلکه 4 بار به زندان هم میره به خاطر اعتقادش و به خاطر آرمان‌های ملی و مردمی خودش. آخرین بخشای صحبت خود را میخواهیم جمع کنم و خدمت شما عرض کنم که آیا شما عزیزانی که اینجا تشریف دارین یقیناً با پشتیبانه های سیاسی، فکری و مبارزاتی و فرهنگی هستیم. همه شما عزیزان یقیناً با حب وطن اینجا حضور دارین و با قدردانی از شهدا و پیشکسوت های راه مبارزاتی سرزمین ما. ولی آیا هیچ زمانی از خود شما پرسیدین که ما در کجای تاریخ الان قرار داریم؟ چی شد این سرزمین؟ ما فعلاً در کجای تاریخ هستیم؟ به خاطر ای که نه قلدوری به جایی رسید، نه خیانت به جایی رسید، نه پرساختن زندان ها، نه منزوی ساختن ها، نه اتهام بستن ها و نه خودخواهی ها و برتری طلبی ها، هیچ کدامش به درد نخورد و بالاخره ما یک سرزمین اسیر، یک سرزمین فقیر، ملت در بدر و پریشان و آواره و نگران داریم. چرا تو شد در ظرف 30-40 سال؟ سرورها را معزز دادیم، شخصیت های بسیار بسیار بدر بخور جامعه ما از میان رفتن از نظر فیزیکی، ولی ما به جایی نرسیدیم. پس نقطه ای را که برای ما بسیار مهم است که باید داشته باشیم او عبارت از ایست که در کنار بزرگ داشت از شهدای ما، در کنار تدویر چنین محافل و تبادل نظر و افهام و تفهیم، به چی نیاز داریم؟ به یک بررسی، به یک بازبینی، به یک دقت، عقب خود دیدن، مشوره و جستجوی راه حل. برای چی؟ بازم برای نجات ملت سرفراز افغانستان که سخت سرکوب شده. لذا پیشنهاد من به شما عزیزان و دوستایی که گرداننده و ترتیب دهنده چنین محفل شکومند است نیست که لطفاً محافل در همین جا شما خلاصه نکنید. با تدویر سمینارها، چون چنین محافل نمیشه که همه سخنها را بگوییم. پیشتر شنیدم که یکی از گرداننده های عزیز ما و جناب دولت آبادی گفت که تاریخ 100 سال اخیر اگر مروری بکنه آیا میشه در چندین دقیقه چون این کاری کرد؟ نی.
ولی در کدام صورت میسر میشه که ما بتانیم سیمینارها داشته باشیم به صورت متواتر پیهم و پیگیر بررسی کنیم که اشتباهات در کجا بوده او کسی که به قدرت هم رسید از نظر سیاسی باید سر به گریبان کنه یک بار عقب خود ببینه که چی رای را پیمود آیا درست پیمود یا غلط این بسیار نیاز است و کسایی که محکوم ماندن و کسایی که قربانی هم دادن و کسایی که میال امیدوار هم هستن منظورم سر عناصر و تشکلات مجموعی سیاسی است اینا ضرورت به تحلیل ضرورت به دقت و بررسی بسیار صادقانه دارد و اگر کسی اشتباه کرده مرتکب اشتباه و خطا و انحراف شده و وقتش است که مردانه اعتراف بکنه کتبی همه چیز بیرون داده و نسل امروز آینده سرزمین ما بگذاره و آخرین نقطه را که خدمت شما به عرض می رسانم و ودا می کنم او عبارت از ایست که هموطنهای عزیز سروران گرامی اگر دشمن ما را تمی سرحد تامی اندازام رها کنه و بیشتر از این ویران ما نکنه خانه فرزنداش آباد که یقینا راهای ما نمی کنن ما این را بدانیم که سرزمین انوزم نه تنها به کام بلاست بلکه بلا می خواهی سرزمین ببله این یک اختار است این کاملا این مسئله جدی است دوستای گرامی امروز و امشب و همین لحظه را شما یاد کنید که سرزمین افغانستان انوزم آبستن حوادث خونین تر و بدبختی های عظیم تر خواهد بود اگر ما به حال نبیاییم و فکر نبیاییم انوزم تدبیری نسنجیم با امید با آرزوی آزادی کامل سرزمین افغانستان و آرزوی سعادت ملت افغانستان و در اخیر روان همه شهدای راه آزادی کشور عزیز ما که دلشان زیاد تپیده برای ملتشان و جانهای شیرینشان را قربان کردن شاد میخواهیم موفق باشید تشکر سپاس بیکران از شاعر نویسنده گرانقدر محترم پیکار پامیر و آل از جناب تاش محمد خان تقاضا دارم تا مقاله شانه خدمتان تقدیم بکنن بسم الله الرحمن الرحیم دوستای محترم پدران خواهران مادران دختران نازنین جوانان دلبند و بسیار شیرین گرچه من یک نوشته داشتم خدمت شما تقدیم بکنم با تاسف براتون بگم که ما رویه همی شما را دیده رایستم بر آمدن و در آمدن شما را دیده رایستم ما می نیسی عذر کمیسیونی برگزار کننده چنین محفل از شما عذر بپرسم ما دیگه مقاله ما صرف نظر میکنم نخیل میکنم مقاله ما فقط یک کلمه را خدمتتون عرض میکنم دوستای محترم اعتقاد ما به همیست که باید ما کم بگوییم ولی عمل بیشتر بکنیم ولی در طول 35 سال انقلاب خونریزی در افغانستان سب هیچ کس از منفعت خود تر نشد و بالاخره سب کشور به منفعت شخصی و ایدئولوژیکش تبدیل کرد ثمره تلخش شما نویسندگان شما دکتران شما علمای که در اینجا قرار دارن ثمرهش ما شما میکشیم ما آمدیم در اینجا در کارهای خشیت سرگردان هستیم تاسف تاسف با حال کسی که ما این عاملین جنایت و این خیانت هست باید درک بکنیم و برادران تا وقتی که همدیگر خود در پهلوی همدیگر قرار ندهیم میر و محبت و صدق و صفا نداشته باشیم برادران تا ابد اولاد ما بالاخره نسل ما فرهنگ ما میکس میشه در همین کشور تورنتوی کانادا برادران ما یک چیزی را خدمت دوستا عرض میکنیم که اینمی جا نوشته کرده است که مسئله ملی فعلا ضعیف به نظر میرسه اما در آینده ای به یک صدای عظیم تبدیل میشه این معنی چی از برادران؟ یک تعداد دوستای ما وطندارای عزیز ما دانشمندای ما بنابر فهمی ضعیفشان ای را توجیه میکن که گویا اینا ستمی هستن برادران ما پیروی همین مکتب و مشرب به صراحت به شما میگم که پشتون برادر ماست هزاره بازوی ماست هیچ نوع تعصب قومی ما نداریم ولی تعصب کسای دامن میزنن که گویا
به خاطر پیشبرد منفعت شخصی و سیاسی شان گپ ملی را سب چیز میکنن استفاده میکنن و ایرا دامن میزنن سب به مرض نمایش به مردم قرار میدن. نمونه مثالی از این را ما شما میتونیم که در پکتیا، در خوست، در لغمان، در مشرقی، جنوب و جنوب غرب ببینیم. روزانه 20 نفر جوان، 20 نفر جوان از 20 فامیل ببینیم که این طفل داره، این دختر داره، این آرزو داره، این امید داره. روزانه ما از دست میدیم. عاملی از این را ما درک میکنیم برادران. عاملی از این را ما درک میکنیم. بسیار نمیگیم و پر عمل میکنیم. ما اینمیجا با استفاده از همین فرصت با دوستا، با روشنفکرا، با علما، با دکترا، با اهل علم اینمیجا پیشنهاد میکنیم که با تمام اگر ما بگویم که ما فلان حزب هستیم با تنهای خود هیچ کاری را انجام داده نمیتونیم، دست ما سه بالاست، هیچ کاری کرده نمیتونیم. ولی تا زمانی که به خاطر این ابر سیاه فضای افغانستان را نارام ساخته، در به خاطر راندن ابر سیاه از فضای افغانستان در کنار هم دیگر قرار نگیریم، گذشته های سیاسی خود هر کدام ما شاید در آرشیف سیاسی و مکتب و مشرب خود بگذاریم، ما میتونیم که در مستر خدمت به همین جوان ها شویم و این وطن بتونیم تا اندازه در یک زاویش مؤثر واقع شیم و این جوان های ما بعد از این سرگردان و نالان نشویم. از توجه همه دوستان تشکر. تشکر از استاد تاش محمد خان. حال از وایس ابراهیمی خواهش میکنیم تا شعر انتخابشون خدمت شما بخوانند. وایس ابراهیمی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود بر روان پاک شهدای رای آزادی و انسان محوری.